با سلام و درود مجدد و تشکر از شما. طبق روال برنامه همیشگی کیمیا خطاباز هستم، میتونید تشبیه روی خطا و سوالات خودتون رو مطرح کنید. یکی از موضوعایی که امروز میخواستم حتما با تو در میون بذارم این موضوع ویتامین دی هستش که بسیار هرچی زمان داره بیشتر میگذره و هرچی ما بیشتر عزیزان تماس میگیرن به ما میگن که بله، با آزمایشایی که دادن مشخص شده که ویتامین دی شون خیلی کم شده و یه مقدار خیلی زیادی به اینا ویتامین دی داده شده. همون جوری که از اونجوری که ما همیشه روی علت میریم و سعی میکنیم که علتها رو جویا بشیم، یکی از مهمترین و اساسی ترین سورس ها و منابعی که ما ویتامین دی بهمون میرسه و جذب میشه و کلن وسیله بسیار مهمی هست برای ما که این ویتامین دی جذب بشه، نور خورشیده. و متاسفانه انقدر این نور خورشید رو به چیزای بد دادن، تعلق دادن که همه دیگه وحشت میکنن که یک کوچولو حتی زیر نور خورشید باشن و بعدم بدتر از اون، بسیار بدتر از اون، این کرم های ضد آفتابه که مملو از مواد شیمیایی و نه تنها جلوگیری میکنه از اون خواصی که نور خورشید به ما برسونه، بلکه خودشون هم بسیاری از مواد شیمیایی دارن که بسیاری از این مواد شیمیایی امروزه داره تحقیقات زیادی میشه و الان خیلی پیشنهاد شده که این کرم های ضد آفتاب بسیارشون میتونن سرطان زا باشن به خاطر اینکه یه مقدار خیلی زیادی از اینها جذب پوست و نهایتا جذب خون میشه. یه درصد بسیار بالا، شاید بالای 60 تا 65 درصد از اونها. یکی از مهمتریناش پس این اطلاعات غلطی که به ما داده میشه که زیاد زیر نور آفتاب نریم و نور آفتاب مضره، که فواید نور آفتاب بسیار بسیار بیشتر از مضراتش هست. مضراتش هم بسیار قابل کنترله. مضراتش وقتی هستش که ما زیادی زیر نور آفتاب میریم پوستمون میسوزه و وقتی که اون پوست سوخت، اون موقع اگر روش زندگی و غذا و تغذیه و بسیاری از اون چیزهای دیگر رو رعایت نکنیم میتونه به ما صدمه بزنه. پس اون دست خودمونه. ولی نور آفتاب به طور کلی برای ما مضر که نیست، چی بسیار هم سودمند هستش. عوامل دیگه که باعث میشه که ویتامین دی کم بشه، یکی از مهمتریناش باز عدم توانایی ما برای هضم و جذب بسیار از مواد هست. یکی از مهمترین ها همون شیره معده و اسید معده است که بارها راجبش صحبت کردیم که وقتی که توانایی ما برای هضم به خاطر اون کم بشه، ویتامین دی هم یکی از اون چیزهایی که بسیار هضم ما رو مختل میکنه و جذب ما رو، که وقتی اونو داریم یکی از چیزهایی که خیلی فوری نشون میده آهن کم میشه یا B12 کم میشه یا ویتامین دی کم میشه، البته خیلی چیزای دیگه کم میشه، ولی اینو چیزایی که خیلی محرز هستن و پزشکان تاکید میکنن روش، در صورتی که خیلی چیزای خیلی مهمتر هم هستن. و عوامل دیگه مثل خب تغذیه و غذا و استرس و خیلی از مواد دیگه، وقتی که کسی اضافه وزن داشته باشه، چون ویتامین دی فت سایلبل هست، این توی این چربی های بدن ترپ میشه و باز اشخاصی که اضافه وزن دارن احتمال اینکه کمبود ویتامین دی داشته باشن بیشتر هستش. به هر حال همه اینها باز برمیگرده به اون روش زندگی و تغذیه و استفاده از اون ابزاری که همیشه من راجبش صحبت میکنم، مثل نور آفتاب و غیره، که در این مورد حالا نور آفتاب بود که خیلی مهم بود، خواستم خدمتتون بگم که از آفتاب نترسیم. خب اگه اجازه بدید میریم سراغ خطا. سلام عرض میکنم. سلام. بفرمایید عزیزم. نباشین آقای دکتر، من میخواستم راجع به کهیر میزنم، کهیرهای بدجور میزنم. اوکی. باهاتون صحبت کنم. صحبت کنی؟ هم که راهش چی هست. راه چی هست؟ کهیر میزنم بعضی موقع ها. خب متوجه هستم، کهیر میزنم. متوجه شدم. عرض کردم راه چی رو میخواییم پیدا کنی شما؟ ببینم که علت این که کهیر میزنم، چون تست برای آلرژی دادم، همه جور میگن نمیتونن فهمن. اولا اون تست آلرژی رو پوستتون انجام شد؟ بله. اون تست آلرژی به نظر من یه تست خوبی هست، ولی تست کامل نیست، به خاطر اینکه این تست آلرژی فقط آلرژی های که سری خودشون رو نشون میدن نشون میده. یه آلرژی هم ما داریم، آلرژی غذایی داریم که دیلید آلرژی هستش و معمولا بین 24 تا 72 ساعت طول میکشه که خودش رو نشون بده و اون به خاطر اینکه بعد هضم و جذب بشه و تو خون بره، از خون بره وارد، یعنی از روده کوچک وارد خون بشه و گلبول های سفید یک
زد و خوردی با این پیدا کنن و یک بای پروداکتی به وجود بیاد یا این به هر حال نتایجی به وجود میاد که یه مقداری اینفلمیشن و یه مقدار اثرات روی پوست و خیلی جاهای دیگه میتونه بذاره. در مورد شما روی پوست گذاشته، این یکی از دلایلش میتونه باشه. میزنم مثلا دو تا فنرگان 25 در آن واحد میخورم، بعضی موقع از غذا هست، بعضی موقع ها خسته میشم، عصبی که میشم یا خبر بدی که بهم میرسه، این مثلا من شروع میکنه وقتی که از غذا از پیشونی شروع میکنه، دونه های ریز زدن، بعد پراکنده به تمام بدنم هستش. بعضی موقع ها که از سرم میزنه، عصبی هستم، تو مغزم میزنه، من اصلا بیهوش میشم، چشمام قرمز میشه، اونایی که مثلا کنارم هستم میبینن، صدا رو میشنفم اما من هیچی نمیبینم. چند وقته که بعضی موقع ها حتی عوض میخوام کنترل ادرارم رو از دست میدم. این قرص که من میخورم، کرم بتامتازون که به تمام بدنم که میمالم، یخ که روی بدنم میذارم، در فرض کنیم به مدت یک ساعت من کلنجار میرم به وضع بدی تا اینکه هی به مرور کم میشه، اما دو روز تمام این کهیرای که زده بدن من درد وحشتناکی داره، بیهستم. بله ببینین اون کرم حالتی که انگار آدمو زدن بعد تمام بدن درد میکنه. اوکی، میتونم ازتون خواهش کنم یک کمی کوتاه‌تر محبت کنین، صحبت کنین که ما بتونیم به بقیه هم برسیم؟ بله بله، شما سوال کنید، من سوالاتونو یکی یکی مرسی. چند وقته که این موضوع شروع شده؟ این ناراحتی کهی رو چند وقته دارین؟ که من این هستش که کجدار مریض، مثلا یه موقع من این سالی 3 بار میزنم، یه موقع میبینین در ماه 2 بار هم زدم. عزیزم سوال من اینه که چند وقته که شما شروع کردین به کهیر زدن؟ 10-15 سال هستش. چند سالتون الان؟ 62 سالمه. چند سالگی مناپاس شدین یا ایسه شدین؟ من 28 سالگی رحمم رو در آوردم، اما دیگه از موقع نگرفتین پریوداتون؟ بله. اوکی عزیزم، بعد الان آیا در عرض مثلا 12-13-14 سال پیش هیچ اتفاق به خصوصی تو زندگی شما افتاد که یه شوکی به شما وارد کنه یا اتفاق ناگواری باشه یا یه مسئله خیلی مهم، از دست دادن عزیزی باشه یا بیماری به خصوصی باشه، یه مسئله که خیلی شما رو بهتون استرس خیلی زیاد وارد کنه، بوده یا نه؟ استرس خیلی زیاد وقتی بود که دخترم ازم جدا شد، که اون باز میشه در حدود 13-14 سال پیش دیگه، به اون شکل چیزی که باید نه، اما خورد خورد خوب هست، آدمی هستم خودخور. اوکی. هستش که عذابم بده. اوکی. اون وقت دستگاه گوارشتون الان چجوری کار میکنه؟ آیا حالتهای یوبوست دارین، حالت نفخ دارین، حالت گاز یا حالت بادگلو یا هیچ گونه حالتی که دستگاه گوارشتون یه مقدار اختلال توش باشه دارین یا نه؟ اصلا از نظر دستگاه گوارش راحت کاملا راحت هستین. خیلی خوب. اضافه وزن چی؟ اضافه وزن دارین؟ اضافه وزنم ندارم، من همیشه بین 55 تا 58 کیلو وزنم هست. اوکی. بوده. خوابتون چطوره؟ خوابم خیلی بده، یعنی با قرص خوابم از این موقع تا صبح بیدارم. اوکی. اون وقت این هیچ وقت شما خودتون متوجه شدین که این کهیرایی که میزنه ربطی به یک حالت عصبی و یا یک نوع غذایی که میخورین داشته باشه یا نه؟ بله، من حتی از نظر غذاهایی که تند و یا غذایی که مونده باشه اینا اصلا مطلقا نمیتونم بخورم، لبنیاتی که یه خورده مونده باشه نمیتونم بخورم، اون کفتی که روشه باعث میشه من بلا فاصله کهیر میزنم. اوکی. یا وقتی که فرض کنیم پیاده روی زیاد میکنم سربالا که خون انگار زیر پوستم شروع میکنه جوشیدن، کهیر میزنه. نه اون احتمالاً به خاطر اینی که عرق میکنین، شاید شما به عرق خودتون هم حساسیت دارین. بله بله 100% همینه. امکان داره که عرقتونه، اون کاری به خون نداره که جوش بزن، نه احتمالاً شما به عرق بدنتون حساسیت دارین. یه پاکسازی که 100% لازم داریم با صحبتهایی که من از شما میکنم، و بعدن یه مقداری شما باید از نظر رفتاری و از نظر دیدتون نسبت به زندگی حتما روی خودتون کار کنین، به خاطر اینکه به نظر میاد که بزرگترین مشکل شما نگرانی ها و خودخوری ها و این ببینین
تمام این نگرانی ها و خودخوری ها و این حالت های احساسات منفی یه انرژیه. این انرژی ها نهایتا وقتی به خصوص تو خودتون فرو بدین از یه جایی بعد بده بیرون خودشو، در مورد شما از پوستتون میده بیرون. البته این ممکنه ریشه اصلیش باشه، ممکنه، ولی غذاهایی هم که میخورین به خاطر اینکه سیستمتون رو یه مقدار تحریک کرده این حالت، بیشتر میتونه روی این مسئله، یعنی ممکنه نتونیم بگیم که یک دلیل خیلی به خصوصی وجود داره. پوستتون حساسه و کهیر میزنه هر موقعی که شما از بالانس خارج بشین. بالانس خارج شدن شما فعلا تا اونجا که ما میدونیم یکیش استرس و فشارهای زیاده که اون باعث میشه که خوابتون بد بشه، خوابتون که بد میشه باز باعث میشه که روز بعد استرس و فشارهای زیاد داشته باشین. این دوتا خیلی مهمن به خاطر اینکه خواب بد استرس روز بعد به وجود میاره و استرس خواب شب رو بسیار میتونه مختل بکنه و با داروی شیمیایی این مسئله رو شما نمیتونین حلش کنین، فقط میتونین در خفا مثل اینکه جارو میکنین میزنین زیر فرش، به همون صورت که کرم دارین میزنین و موقتا یه ذره شما رو کمک میکنه، ولی نهایتا چون ریشیابی نشده مشکلتون حل نمیشه. یه سوال دیگه از خدمتتونم، چقدر آب میخورین شما؟ آب خیلی کم میخوام، روزی 2-3 لیوان آب خیلی کم میخورم. خب ببینید، شما یکی از مهمترین کارهایی که باید بکنین، بسیار مهمه که مصرف آبتون رو زیاد کنین. بله. اگر دوست دارین، چون بخوام من تمام سوالا رو از شما بکنم خیلی طول میکشه تا به اون نتیجه کلی برسیم، با مطب تماس بگیرین، ولی به احتمال زیاد یه مقدار شما روش زندگیتون رو مرور بکنین و یه مقدار از نظر غذاها و به خصوص دستگاه گوارش و پاکسازی کار بکنیم روتون و خودتون هم یه مقداری همکاری بکنین از نظر اینکه دیدتون رو نسبت به زندگی و اون واکنشتون رو نسبت به استرس ها و مواد مختلف زندگی یه مقدار اینا رو بهتر بکنین. من فکر میکنم اگر کامل کاملا از بین نره، ولی کاملا تحت کنترل شما در خواهد اومد. انشالله. من با مطب شما تماس بگیرم؟ بله عزیزم، با مطب تماس بگیرین، حتما بچه راهنماییتون میکنن که در خدمتتون باشه. ممنون، خیلی ممنون. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. آب زیاد بخورین. از همین الان شروع کنین، کم کم آبتون رو زیاد کنین. خداحافظ. خداحافظ. برنامه کیمیا بفرمایید. سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟ متشکرم. برنامه خوبتون. خواهش میکنم، بفرمایید. من 30 سالم هستش. بعد الان ببخشید. 2 ساله که روی پیشونیم خیلی بعد از رو پیشونیم میاد تا دم گوشم. خیلی جوشای ریز مثل عرق سوز میزنه. بعد هر کاری، هر دوایی رفتم، هر کاری کردم میره، ولی از بین نمیره دواهای شیمیایی. بعدش هم اینه که روی دوتا آرنجم و روی زانوم سورایسیسک داره و میخواستم ببینم که این چیه و من چجوری میتونم از این، به من نگفت اصلا این دکتر درماتولوژیست نگفتش که سورایسیس چی هستش یا رو پیشونیم چیه، فقط کرم و اینا داده که بزنم و یه پوست جدید بیارم. نه ببینین، بله الان توضیح میدم ازم. پوست جدید آوردن، شما 1000 بارم پوست جدید بیارین باز پوستتون اون کارو با شما میکنه، به خاطر اینکه بدن شما داره به شما یه پیام میده، شما کاری که یعنی یه مسیجی داره به شما میده. شما کاری که دارین میکنین فقط این کسی که این پیامو برای شما آورده گرفته، داری میزنی تو کلش. از پیام از بین نمیره، پیام آور رو دارین از بین میبرین و تا زمانی که شما همینجوری فقط بخواید بجنگین و از بین ببرین یه چیزی رو، هیچ وقت اون از بین نمیره، به خاطر اینکه بدن شما میخواد توجه شما رو به خودش بگیره و به شما یه پیامی بده. پیام چیه؟ پیام اینه که یه چیزی در بدن شما از بالانس خارج شده. معمولا سورایسیس یک رابطه بسیار مستقیم با سیستم دفاعی بدن شما داره و همچنین رابطه بسیار مستقیم با کبد و حالات روحی شما داره. کبد و کیسه صفرا. اولین سوالی که از خدمتتون یعنی بعضی موقع ها عدم توان، یه سوال دارم، سرتون هم شوره میزنه؟ دندروف دارین؟ نه دندروف ندارم، ولی این سورایسیس دقیقاً پشت سرم هم به وجود اومده. اونجا هم یه مقدار خوش. اوکی. اضافه وزن دارین یا نه؟ بله، من الان 4 ماه هم هستش که بچه دارم، یعنی بچه دنیا آوردم. الان دارم اضافه وزن. بله. اون وقت این اضافه وزن بیشتر دور شکمتونه یا ران و بازوتون هم هست؟ رون بیشتر پایین تنم چاقه تا بالا تنم. پایین تنتون، ولی شکمتون هم شاملش میشه یا شکم نه؟ هستش، نه خیلی کمتره. اوکی.
شما چقدر مصرف غذاهای سرخ کردنی و یا آجیلالات و یا تدیگ و چیپس و اینا دارین؟ اصلا هیچی okay. هیچی نمیخورم، خیلی استریکت دایت دارم، هیچی نمیخورم okay. ولی بادوم میخورم، بادوم خام okay. یعنی اصلا پینات و پینات باتر و اینا اصلا نمیخورم okay. اون بادوم رو حتما پوستشو بکنین okay. تو آب خیسش بکنین، پوست بادوم زیاد چیز خوبی نیست، با اینکه خیلی میوه ها، اکثر میوه ها پوستشون خوبه، به خصوص اگه ارگانیک باشن و بهتر با پوست بخورین، ولی بادوم پوستشو نخورین، خودش مغزشو بخورین. حالا چقدر آب میخورین شما؟ امروز 8 لیوان آب رو میخورم. چند وقته که این حالتو دارین، این حالت سورایسیس و این جوشا؟ با هم همزمان اومد یا اینکه اول جوشا بود بعد سورایسیس اومد؟ اول جوشا بود، ببخشید، اول پشت سرم یه کوچولو بودش اوکی. بعد صورتم اینجوری شد. موقعی که صورتم اینجوری شد یه موقعی بود که خیلی با مواد کمیکال تمیز کننده یعنی استفاده کردم. نمیدونم خودمم به خاطر این بوده یا نه، حتی از این پچ تستای برای پوستم یعنی رفتم هاسپیتال این کار کردم ده. ولی اونا گفتش هیچ چیزی نیست و هیچی حساسیت نداری و اینا. عزیزم ببینین، 90 و خورده درصد تمام مشکلات پوستی از درونه. بله بله درسته. و شما هی بیاین اینا رو، مثل اینکه ماشینتون رو دارین رانندگی میکنین، هی چراغ روشن میشه میگه مثلا روغن برید، شما بگیرید با چکش چراغ رو خاموش کنید. کاری که دارین میکنین فقط دارین اون، یعنی اون ریشه رو اصلا بهش رسیدگی نمیکنین. آتیش گرفته، شما هی آلارمش رو دارین خاموش میکنین، با چکش میزنین رو آلارمش، ولی آلارم اومده به شما یه پیام بده. برای همین پوست یکی از، یعنی همیشه بدن در تمام مواقع داره به ما پیام میده و ما باید خیلی دقت بکنیم که پیام چیه. 100% یک این بالانس وجود داره در سیستم شما. شما هیچ وقت مشکلی با کیسه صفرا و کبد اینا نداشتین؟ در کودکیتون هیچ وقت ناراحتی کبدی داشتین؟ نه، من خودم نمیدونم، ولی من اینجا پیش یه دکتر هومیوپات رفتم، همیشه به من کبد کلنزر داد، من مصرف کردم، ولی همیشه میگفت کبدم به خاطر اینکه توی چشمم هم یه کمی زردی هستش اوکی. بله. همیشه میگفتش کبدت باید تمیز بشه. بله. من همه این کارا رو کردم ولی هیچ وقت کلیر نشد پوستم. اولا ممکنه، من نمیدونم از چجوری کبدتون رو کلینز کردین و خوردن یه داروی خیلی با آب میکس میکردم صبح که خیلی هم تلخ بود اینا. نه میدونم، نمیدونم که چی بوده و حالا وارد اون جزئیاتش نمیشیم، ولی کبد تمیز کردن فقط با یه دارو نیست. کبد تمیز کردن یک روش زندگیه، یه لایف استایل به طور کلی. مشروب و اینا که مطمئنم نمیخورین، درسته؟ بله اصلا okay. نمیخورم. الان شما به من بگین دارین نرسینگ میکنین؟ نه نرسینگ نمیکنم. چرا؟ به خاطر اینی که برای هیچ شیرم غذایتش کمه، بچه سیر نمیشه، مجبورم که با شیر چیز میکس کنم، شیر خوش، اون وقت واسه همین دیگه شیر خودمو نمیخوره، اونو بهتر میخوره. خیلی، حالا اون یه بحث کاملا جدا هستش که من با این کارتون زیاد موافق نیستم. شما باید سعی کنین خودتون رو تقویت بکنین که بچه تا یه مدت زیادی شیر شما رو بخوره، ولی این بحث جداست، حالا راجع به اون بعدا صحبت خواهیم کرد. اون وقت فرمودین شما پس از نظر رژیم غذایی و از اینجور چیزا کاملا اوکی هستین. بله. و گفتین چند وقته که اینها در دوران بارداری هم داشتین مشکل رو؟ نه رفتش، پوستم برگشت به معمولی و اوکی. رفتش این 9 ماه 8 ماه اوکی از بین رفت، دوباره برگشت. ولی قبل از بارداری باز داشتین مشکل ها رو؟ بله بله اوکی. بعد آیا مصرف آنتیبیوتیکتون هم زیاد بوده تو اون مدت؟ نه در زمان بارداری، ولی قبل و یا بعدش؟ نه من یک بار آنتیبیوتیک خوردم اوکی. بعد برای اینکه خودم یک کمی میدونم که پوست از بعد درونه، نه از بیر، مثلا از با آنتیبیوتیک اینا خوب نمیشه اوکی. اون وقت دکتر فامیلی دکترم هم گفتش که دیگه آنتیبیوتیک نه، برو درماتولوژیست و بعد فرستادن پیش آلرژی اسپشالیست و دیگه هاسپیتال رفتم برای اون پچا و این چیزا. بعد توی همین پروسس بودم که حامله شدم، دیگه پوستم خوب شد دوباره، الان به بدی قدیم نیستش ولی باز هم هست اوکی. من باز ازتون سوال دارم، قبل از بارداریتون چند وقت بود که این ناراحتی داشتین؟ قبل از بارداریم 9 ماه 9 ماه 10 ماه. بله اوکی. شما حدود یک سال پیش
مسافرتی داشتین خارج از امریکا؟ امریکا زندگی میکنین؟ نه من کانادا هستم. اوکی. مسافرتی داشتین به جایی از دنیا؟ نه من هیچ جا نرفتم. اوکی. آیا واکسنی زدین؟ واکسن آنفولانزا یا واکسن به خصوصی زدین در عرض یک سال گذشته؟ نه فقط این H1N1 که اومده بود توی کانادا، من به خاطر اینکه بچه کوچیک داشتم گفتن باید بزنین، مجبور شدم که بزنم، ولی قبلنا هیچ وقت این آمپولا رو نمی زدم. اوکی. بعد از نظر مصرف سیگار و داروهای شیمیایی اینا زیاد تو زندگیتون نبوده؟ نه من اوکی. اصلا داروی شیمیایی ببخشید نمی خورم، سیگارم نمی کشم. اون وقت از نظر استرس چطور هستین؟ چقدر استرس داشتین؟ یعنی خیلی زود استرس می گیرم. اوکی. اون ایموشنال فیل، اون حالت از میخوام فیلینگی که استرس بهتون میده، بله. بیشتر چیه؟ بیشتر انگر و فراستریشنه؟ نه فقط که سرم و نمیدونم صورتم گر میگیره. نه 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 نه. نه 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 نه. سوال من یه چیز دیگه است. اوکی. اون چیز وقتی یه چیز به شما استرس میده، بله، اون حالت استرسی که دارین بیشتر حالت نگرانی بهتون دست میده یا حالت عصبانیت و فراستریشن بهتون دست میده یا اینکه حالت غم و اندوه بهتون دست میده؟ میفهمین معنی این کلماتو؟ بله بله میفهمم. بیشتر نگران میشم، نگران یا عصبانی. نگران و عصبانی. ولی فراستریشن ندارین؟ چرا، اونم دارم. داری؟ من دارم. یعنی اگر شما توی درگیری باشین با مثلا یک موقعیتی یا یک موضوع استرس آور، بیشتر نگران میشین در اون لحظه یا عصبانی و فراستریت میشین؟ فراستریتد میشین. عصبانی و فراستریت میشم. اوکی. ببینید تمام اون سوالات که، یعنی سوالاتی که من میکنم، میخوام مطمئن بشم که مشکل شما بیشتر باز مربوط به کبد میشه. البته ممکن الان برین کبدتون هم آزمایش بدین و از نظر مدیکال دیاگنوستیس چیزی توش پیدا نکنن، به خاطر اینکه ممکن هنوز به اون مرحله نرسیده باشه که تشخیصی بدن یا آنزیمای کبد شما به اون مقدار بالا رفته باشه. ولی این دلیل بر این نیستش که، ببینید، نداشتن یک بیماری که پزشکان تشخیص بدن دلیل بر سلامتی شخص نیست. درسته، بله. متاسفانه ما نمیتونیم بگیم بلک اند وایت، اگر شما بیمار نیستی پس سالمی. نه، ممکنه شخص هنوز به اون مرحله نرسیده باشه که بیماریش و علائم بیماریش قابل تشخیص برای پزشک باشه. بعضی موقع یک بیماری 20 سال طول میکشه تا از یه نقطه به یه نقطه قابل تشخیص برسه. الان به نظر میاد که شما به دلایلی کبدتون و احتمالاً کیسه صفراتون یه مقداری مشکل دارین. از نظر چیز کانستیپیشن اینا ندارین؟ یبوست ندارین؟ چرا، من خیلی این مشکل رو داشتم چندین سال پیش، خیلی بیشتر بود، الان کمتر شده، گاهی به سراغم میاد. اوکی. اوکی. باز این، ببینید، من باز بیشتر میرم، چون به نظر میاد با صحبت که من از شما میکنم، لایف استایلی که دارین، رژیم غذایی که دارین و اینجور چیزا، به نظر من کمتر من تحت سوال میبرم تا اون ایموشنال ویل بینگتون، یعنی عوض میخوام حالتهای روحی روانیتون و حالتهای احساسیتون و موضوعی روحی روانیتون تا حالت فیزیکال. برای اینکه کبد یک هم میتونه فیزیکال روش اثر گذاشته بشه، هم حالت استرس و انگر و فراستریشن و خیلی از ناراحتی های روح احساسی میتونه راحت روی کبد اثر بذاره و کبد هم فوری خودش روی پوست نشون میده. یکی از چیزایی که من دیدم به خصوص در سورایسیس و یا این جوشایی که میگین به خصوص روی پیشونی شما میزنه، معمولا جوش روی پیشونی که یه مقدارم میاد طرفای گونه، معمولا رابطه مستقیم با کبد داره. جاهای مختلف صورت که جوش میزنه به ما یه پیام میده، اگر مثلا روی چونه باشه یه مقدار بیشتر به هورمونا مربوطه. متوجه میشه هر جایی از بدن هر اتفاقی میفته یک آینه ای از یک جای درون بدنه. بله. به نظر من کبد شما و یا کیسه، حالا یه سوال دیگه هم دارم، بلوتینگ دارین، نفخ دارین، گس دارین، این حالتهای ایندیجستشن هم دارین یا نه؟ گاهی وقتا دارم، بله، گاهی وقتا، نه همیشه. اوکی. هنوز نفهمیدم که چه موقع اینجوری میشم. اوکی. هیچ وقت دهانتون تلخ میشه؟ نه، خیلی خیلی کم، خیلی کم، نه. خیلی. میتونم بگم نه. اوکی.
سوال آخر ازتون میکنم بعد یه راهنمایی کوچولو بهتون میکنم. لبنیات میخورین یا نه دیری پروداکتس؟ نه اصلا لبنیات نمیخورم. به نظر من با این سوالاتی که از خدمتتون کردم اون لایف استایلی که در مورد شما بعد ریویو بشه و پیشنهاداتی که بهتون بدیم احتمالاً بیشتر روی غذا و رژیم غذایی شما نخواهد بود، شاید حتی احتیاج به پاکسازی هم نداشته باشین از نظر کبد، ولی احتیاج به یه پاکسازی ایموشنال دارین. اوکی. یعنی یونیت تو احتمالاً شما مسائلم به راحتی اولا تو خودتون می‌ریزین و اون چیزی هم که تو خودتون می‌ریزین لت گو نمی‌کنین. بله. یعنی متوجه میشین چی میگم؟ این بله. you hold on بهش چیز میکنین و این خودش باعث میشه که مشکلات مختلف من جمله یبوستتون هم، من فکر میکنم مشکل یبوستت شما هم بیشتر حالت ایموشنال باشه. اوکی. تا رفتی به من بعد روحمو درست کنم که اینا درست بشه. روحتون درسته، روحتون کاملا درسته، باید واکنش خودتونو یعنی اون ریاکشن خودتون نسبت به دنیای اطرافتون و پرسپکتیوی که نسبت به زندگی دارین اونو باید عوض کنین. باشه، چش. در هر حال خواهش میکنم اگرم کمک خواستین با ما تماس بگیرین، راهنمایی بیشتر میکنین بهتون. ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون. خواهش میکنم. خدا نگهدارت. برنامه کیمیا بفرمایید. سلام، شبتون بخیر. شب شما بخیر عزیزم، بفرمایید. ارزم بزرگ، من 3 سال پیش تصادف کردم، مهرهای گردنم C2C3 شکست. چند وقت پیش؟ 3 سال پیش. 3 سال پیش، اوکی. بعد الان بعد از 3 سال با توجه به اینی که به صلاح اونجا کیلو داشتم و بستن و اومدم اینجا و با دواهایی که دادم و دردی که کشیدم به هر 3 ماه یه دفعه کورتون 8 تا آمپول کورتون به گردنم میخورد، اخیراً آخرین امرایی که گرفتم دکترم به من گفته که تو باید بیای جراحی کنی به خاطر که تو استخون اضافه آوردی. مگه نیش من دواره نشنیده بودن که کسی بدنش استخون بسازه. ازش پرسیدم، ایشون به من گفتن که تو هر 3 میلیون نفر ممکنه 1 نفر مثل شما باشه و به خصوص تو ژاپن افرادی مثل شما فراوونه. اوکی. شما سومین نفری هستی که با این شرایط به من برخورد میکنی که من میخوام جراحی کنم. من سوالم از شما اینه که آیا امکان داره کسی بدنش استخون بسازه؟ ضمناً من از بچگی، از زمانی که یادم میاد، هر روز صبح شیر جوشیده میخوردم تا قبل از اینکه ایشون بگیری که شما استخون اضافه آوردی دیگه اصلا اونجا دیگه هرچی لبنیات بوده قطع کرده. نه، لبنیاتی که خیلی کار درستی کردین که قطع کردین و خوب اصلا هم خوب نبود، از اول میخوردین. این جریان شیر، ببینین شیر هر موجودی برای نوزاد خودش خوبه، هر حیوانی من جمله انسان شیر برای اون نوزاده. حالا ما یه مقدار انسانای متمدنیم و رفتیم دامداری درست کردیم و گاو و گوسفند اینا رو گرفتیم شیرشون استفاده میکنیم، اشکالی نداره یه مقدار لبنیات به صورت ماست و اینا، ولی اونجوری که بخوایم هر روز بخوایم شیر و لبنیات و اینا رو یک قسمت عمده ای از زندگی خودمون بکنیم به نظر من کاملا اشتباهه. برای خیلیا که باید کاملا قطع کنن، ولی برای بعضیا باید یه مقدارش رو محدود کنن و نوعش هم بسیار مهمه که حالا از بحث امروز ما خارجه. شما چند سالتون الان؟ من الان 58 سالم. شما هیچ وقت سنگ کلیه هم داشتین؟ سنگ کلیه هم بله اینطور داشتم، 2 مرتبه سنگ کلیه داشتم که دفع شد. بله، اوکی. بعد از اونم دیگه هیچ مشکلی دیگه نداشتم اصلا. اوکی. ببینین به نظر میاد که شما مشکل جذب کلسیم دارین. مشکل. بعد یه سوال دیگه هم از خدمتتون بکنم. در خانوادهتون مثلا مادرتون پوکی استخوان ندارن؟ هیچ عنوان، هیچ کدوم از نه برادرای من، نه مادر من، نه پدر من، هیچ کدوم از سابقه پوکی استخوان نداریم. اوکی عزیزم، اوکی. اون وقت این استخوانی که به شما اینجوری گفتن زیاد اومده، حالا ممکنه کلسیفیکیشن باشه و غیره، توی بغل مهرهای گردنتون یا جای دیگه از بدنتونه؟ بغل مهرهای گردنم. برای همین خاطر دکتر میگه که باید من باز کنم اینو، 2 تا مهرهای گردن تو بکشم اون طرف که نخواهد آزاد بشه. نخواه الان میگه که با حالت فلت شده، سخت شده. اون وقت شما الان از نظر حرکت و دست و پا و به خصوص حرکات دستاتون و غیره مشکلی ندارین؟ دردی ندارین؟ نه خیر، من اصلا هیچ مشکلی الان ندارم. درد گردنم چرا درد میکنه؟ اوکی. گردنم درد میکنه، گهگاهی سرم تیر میکشه، ولی که نه به اون شکل زیاد، ولی گردنم معمولا درد میکنه. بوکلوفن میخورم بعدش
چیز زیاد مهمی نیست، یعنی قبلا خیلی درد می‌کرد ولی الان خیلی راحت‌تر شدم. متوجه. ولی برات ایشون که اینجوری گفته منو خیلی نگران کرد. بله. اولا که من بهتون پیشنهاد میکنم که یه سکند اپینین بگیرید. از کجا تماس میگیرین؟ من از سورنفه کانادا زنگ میزنم. اوکی. اگر براتون امکان داره به یک متخصص دیگه هم رجوع کنین، نظر ایشون هم بگیرین. و به نظر میاد که باز من حدس میزنم اگر که شما سنگ کلیه هم داشتین، بعد مشکلای سلامتی دیگه ندارین، از نظر عروق و اینا اوکی هستین؟ من آیرسا به هیچ عنوان هیچ مشکلی نداشتم. از اول بچگی از موقعی یادم میاد ورزش کردم، آدم سالمی بودم، هر هیچ دوددمی به هیچ عنوان نبودم. اوکی. به هیچ عنوان نمیخوام، مگر اینکه مثلا ایام اعیادی چیزی باشه. مواد قندی و کافئین چی؟ مثل کافئین من فقط چای، همیشه عادت دارم صبح یه چای میخورم. اوکی. قهوه هم خیلی به ندرت اتفاق میفته. خیلی خیلی. من پیشنهادم اینه که شما حتما یه سکند اپینین بگیرین و اگر پزشک دیگه هم که رفتین به شما دقیقا همین دایگنوستیس رو دادن، اون موقع از هر دوشون بخواییم ببینین آیا چقدر میتونین سب کنین برای اینکه این عمل انجام بشه، چقدر ارجنته، حالت اورژانس داره که حتما این عمل رو مثلا تو این یک ماهه بکنین، یا اگر 6 ماه دیگه هم شد اوکیه. و بعدا من دوست دارم اگر که جوابو گرفتین و اینا رو با ما تماس بگیرین، من شاید بتونم یه مقدار بیشتر راهنماییتون بکنم که خودتون تصمیم بهتر و درستر خودتون بگیرین. حقیقتش اینه که آقای دکتر به من نوامبر 19 نوامبر واسه دکتر جراح داشتم، این آقای جراح که من میگم یکی از بهترین جراحای نورث آمریکاست، دکتر فاز ازم گفتن ایشون به من 19 نوامبر من دیدن و ایشون گفتن که باید بیای برای فوریه بیای برای جراحی. اوکی. یعنی الان یه ما دیگه وقت دارین شما. گفتم که من الان آمادگی ندارم، چون حقیقتش ترسیدم قسم بدم جراحی بکنم فلج بشم دیگه نتونم راه برم. متوجه هستم دقیقاً، یعنی موقعیتتون رو کاملا درک میکنم. تصمیم خیلی مهمی هم هست و ولی من اگر جای شما بودم اول یک اپینین دیگه میگرفتم و بعدن یه مقداری من دوست دارم که پرونده شما رو یه نگاهی بکنم، شاید بتونم کمک بکنم به خاطر تجربه‌ای که خودم در مورد خودم دارم و در مورد یه عده زیادی از کسانی که به ما رجوع کردن و شبیه این مشکلات بوده. منتها تا چه حد من بتونم کمک کنم و آیا میتونیم جلوگیری بکنیم از اینکه عمل نکنین، اونو نمیتونم بهتون قول بدم، ولی حداقل یه مقداری میتونیم اینا رو مرور کنیم که شاید خودتون تصمیم بهتری بگیرین، که تصمیمی که میگیرین با خیال راحت تری بگیرین تا اینکه با نگرانی این تصمیم رو بگیرین. من حقیقتش نگرانی دکتر این سفاری که تو خونه بودم که خون نمیتونستم بخوام، یعنی این حرکت نمیکردم زیاد، ولی از موقع که این دکتر با من اینجور صحبت کردن اینا شروع کردم به نرمش کردن و یه مقداری به خودم بیشتر رسیدن از نظر مثلا ورزشی. بله. ببینید یکی از دلایلی که شاید این کلسیفیکیشن به وجود اومده، البته من نمیدونم دقیقاً منظورشون استخون زیاد کرده چون شاید تخصص من نیست و وارد نیستم و سوادم اجازه نمیده، نمیتونم دقیقا متوجه بشم مگر اینکه کاملا رون ریپورت شما رو بخونم. ولی خیلی موقع ها وقتی که ما حرکت نداریم و یه اتفاقی میفته برام و زیاد اون قسمت رو حرکت نمیدیم و به خصوص اگر مشکل جذب کلسیم داشته باشیم، و در مورد شما من تقریبا مطمئنم که شما مشکل جذب کلسیم دارین، برای همین ازتون پرسیدم سنگ کلیه سابقه شو دارین یا نه، یه مقداری اینا شروع میشه کلسیفیکیشن کردن وقتی که زیاد تحرک نداره و این میتونه باعث اون مشکل شده باشه. البته این حدس منه چون عرض کردم تخصصی ندارم، ولی من دوست دارم اون ریپورتو بخونم و قبل از اینی که با ما تماس بگیریم به نظر من یه سکند اپینیونم بگیریم. حتما آقای دکتر، ولی من الان رکوردی که دارم آقای دکتر همش به صورت DVD، یعنی اینا برای من روی کاغذ نیاوردم، این سنفی رپورت میگه من چه حالتی دارم چه جوری هستم. خب میتونیم لازم باشه، یعنی بعد از سکن اوپینیون من اگر اجازه بدین من اینا رو بتونم براتون پست بکنم یا بله. یه جوری بفرستم براتون. به هر حال هر جوری که بتونین اینا رو به دست من برسونین، شاید هم بتونین ازشون بخواین که یه ریپورت بهتون بدن اینجا که میتونین، ولی اونجا رو من نمیدونم، آشنایی ندارم به چه صورته، میتونین ازشون بخواین. ولی اینا رو گرفتین حتما تماس بگیرید، من سعی میکنم تا اونجایی که در قدرتم هست در خدمتتون باشم. خواهش میکنم عزیزم. خدا نگهدار. شما هم همینطور عزیزم. خدا نگهدار. برنامه کیمیا بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام عزیزم. وقتمون کمه، لطف کنید سوالتون رو مطرح کنید. من سوالی که داشتم خدمتتون این بود که میخواستم ببینم شما در مورد بیماری ALS عصبی
چیزی در موردش دارین یا اطلاعی یا حتی مرکزی رو میشناسین که در این مورد تحقیقاتی داره و یا یه چون اینطوری که میگن هیچ دارویی براش وجود نداره و این بیمار باید فقط منتظر گذشت زمانش باشه، میخواستم ببینم نظر شما در این مورد چیه؟ اولا که من همیشه باورم بر این هستش که اون واقعیت زندگی خودمون رو ما میتونیم خودمون بسازیم و نه یک تشخیص پزشکی. این باور منه، باور شخصی خود منه، به خاطر اینکه به خودم ثابت شده و بارها و بارها از دیگران هم به من ثابت شده. یعنی ایمان داشتن؟ ایمان داشتن، حالا اونم یعنی اینکه این داستانش خیلی اینقدر طولانی میشه من بخوام راجع به این مسئله صحبت کنم که تو این دو سه دقیقه وقتی که داریم اجازه نمیده، پس اجازه بدین اون در رو اصلا فعلا بازش نکنیم، اونجا نریم. ولی من نظرم این هستش که وقتی که یک تشخیصی داده میشه حکم و سرنوشت ساز برای اون شخص نیست. این نظر منه و به خاطر اینکه بارها و بارها دیدم هیچ چیز هیچ تشخیص پزشکی یک چیز مطلق نیست، هیچ علمی در این دنیا مطلق نیست، هیچ چیزی تو این دنیا مطلق نیست. زندگی ما، زندگی و همه چیز ما با باورهای خودمون میسازیم، باورهای شخصی و باورهای گروهی، باورهای پزشکی، باورهای مذهبی، باورهای علمی و باورهای فرهنگی و غیره. و اون دست خود ما هستش که این باورها رو چقدرش رو نگه داریم و چقدرش رو نگه نداریم. باور ما ریالیتی و واقعیت زندگی ما رو میسازه. خب من اینو کلی حالا خدمتون گفتم. بیماری هم به همون صورت، ریشه اگه پیدا بشه کاری نه. ببینین اگر که از اون دید بخوای نگاه بکنی که فقط علامت رو از بین ببرین یا بیماری رو ریشه کم بکنی یا بیماری رو از بین ببریم، من فکر نمی کنم که انسان هیچ وقت به هیچ جا برسه از اون نظر که ما بخوایم با بیماری بجنگیم. ولی اگر بخوایم بریم و یعنی درست مثل اینه که ما بخوایم با تاریکی بجنگیم، ولی به جای اینکه ما بیایم با تاریکی گلاویز بشیم و بجنگیم، بهتر نیست که یه شمع روشن کنیم یا یه چراغ روشن کنیم؟ البته. اون موقع دیگه اون شما رو خواستم داریم. اون موقع دیگه اون تاریکی معنایی نداره. متاسفانه سیستم انسانی ما که در امروزه مرسومه، نه فقط از طریق علم پزشکی، نه فقط اونجا، در سیاستمون هست، در بسیاری از باورهای فرهنگیمون هست، در بسیاری از رسانه‌ها و غیره، همیشه ما داریم با همه چی می‌جنگیم. سیستم جنگ و براندازی و از بین بردنه. اولا که هیچ وقت هیچی از بین نمیره، فقط ما باید این انرژی ها رو شیفتش بکنیم، یه مقدار تغییرش بدیم و همه اینو برمیگرده به اون انرژی درون خودمون. خیلی بحثش طولانیه ولی فقط خواستم یه مقدار آگاهی بدم که دید من و باور من نسبت به یک بیماری به خصوصی نیست. آقای وارتان هی اجازه اشاره میکنن که وقتمون تمامه، من شما رو میذارم روی هولد، یه کوچولو بعد از برنامه باهاتون صحبت میکنم. گوش خدمتتون باشه. دوستان عزیز وقت ما تموم شد، تشکر میکنم از اینکه لطف کردین به تماشای برنامه نشستین. از خانم جاله تشکر میکنم، اگر پای خطا هستین ایشون کمکتون میکنن و پاسخگوی سوالاتتون خواهیم بود، تلفناتون رو میگیریم. و از آقای وارتان عزیز به خاطر کارگردانی فنی برنامه کمال تشکر رو دارم. برنامه های کیمیا روزهای دوشنبه و پنجشنبه ساعت 6 بعد از ظهر، تکرارش فردای اون روز هفته بامداد سه شنبه ها و جمعه ها، و برنامه های علمی عرفانی شفا روزهای چهارشنبه ساعت 11 صبح، چهارشنبه شب ساعت 8 شب و یک شنبه ها ساعت 12 ظهر، همه وقتا به وقت لس آنجلس. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم و برای تک تکتون آرزوی سلامتی روز افزون دارم. خدا نگهدار.